حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. نگاه کن حسن اومد.
خب بیاد نعمت داشت میترسن آخه خواننده رفیقشه باشه رفیق ما هم میتونه باشه رفت نگه هیکلت برم من خیلی کجا به این شدی من تازه دارم چه پور میشه بلش کن تو که جنبشه نداری چرا این زهرماری ها رو میرزی تو چی کرد بزنجا نفل منو تقیب کله میشه منم حسن فرفرم یادت داره بس دیگه بیا بابا خیلی خب بابا چرا گریه میکنی حالا چیزی نشده که آخه تو همه ناراحتی ها رو واسه خاطر من تحمل میکنی واسه خاطر داداشمون که مریضه مجبوریم همه اینا رو قبول کنیم و الا کی حاضر میشه خواهرش تو کافه آواز بخونه اون وقت همه چه بگن رفیقشه قصه نخور داداش فقط محسن باید پاش خوب شه همین بیا این 200 تومن رو بگیر مزد این هفته منه بریم نسخه داداشمون رو بپیچیم قربون تو برم آبجی این پسر احمد چرا انقدر دیر کرد یه تاکسی داره میاد مثل اینکه اونه آره خودشه با تو کجایی چرا دیر اومدی سلام حسن آقا سلام فاتی خانم حالتون چه داره مرسی خوبه بی معرفت تو که همیشه سر دوازده اینجا بودی چطور شد امشب انقدر دیر کردی جون حسن آقای مسافر سوار کردم بردم سلسبیل از اونجا میگیری که منو برد تهران خودتون حساب کنین با چه سرعتی خودم واسه خاطر شما رسوندم اینجا عجب کلکی حالا سوارش بریم دواخونه نسخه مصاحبه بشه بیا ببینم برو بالا مگه کوری مرتی که ماشین به این بزرگی رو نمیبینی؟ بابا تقصیر تو نوشته اینجا ورود ممنوعه مگه مستی؟ من مستم پسر این نفهم خجالت نمیکشی با من اینطوری حرف میزنی؟ خسارتشو باید بدی پسر ای حمال من خسارتشو بدم رو تو برم چه نمیگی؟ آقا جیگول خسارتشو میده تو دیگه چی میگی؟ سپر شما والیدی آقا خفشو حالا خلاف کردی زورم میگیده داشت تو خودت داخل نکن اصلا به تو هیچ مربوط نیست من نمیفهمم این ماشین قرازه ها تو این خیابونا چی کار میکنن نفهمیدم قرازه هیکلت عوضی یا حالا صدیر اخکومینه خفشو دستور میدن نمره تاکسی تو بگیرن بگیرن؟ من شهر هرته یا حالا صدیر میده یا نه؟ نخه نمیدم نمیدی؟ نخه داشتم مدرب پا کنار بینم آی پاسبا بله یا آقاره بگیر چکر میکنی؟ بذارم زمین منو بذار زمین منو پولو میدی یا با کنار تایی بینه چرخ میدی پولو یا نه؟ آره میدم ولم کن نر رو بینی حالا شدی آدم حسابی یالا پولو رد کن بید بینم زود باش یالا والا یه شی برام نذاشتن همش امشب باختن چی؟ پولو فردا بهتو میدم پوزه عالی جیب خالی بینه پول مول دستی هم میخوای بهت بدیم نه خیلی متشکرم بیا این کارت محل کارمه بیا اونجا بگو رئیسه میخوام پولتو بگیر تو رئیسی باشه بیا احمد من ستان خسارت تو رو شما چرا حسن آقا من فردو ازش میگیرم خودش میدونه جای دوری نمیره تو باید ماشینتو تعمیر کنی جونم آی جیگول یارت نره فردا صبح اول وقت صدی رو حاضر کن حاجیت میاد تجارت خونه پرونده آقایون حاضر بفرم این چه مسخره بازیه این که طرز تجارت کردن نیست از امروز تجارت خونه من دیگه به هیچ قیمتی حاضر به معامله با شما نیست
بریم به ارباباتون بگین تا وقتی که حساب و کتاب شما درست نباشه ما از کار کردن با شما معذوریم. بفرمایید. آخه خانم، من خانم نیستم، شما با یه مرد طرفین. اینو تو گوشتون فرو کنید. بفرمایید آقایان. خواهش می‌کنم بفرمایید. ببین مسعود خان، بله. امروز دیگه هیچ کس حق نداره وارد دفتر من بشه. هر کس می‌خواد باشه، من نمی‌پذیرم. نگاه کن چی ساخته؟ واسه 100 تومن باید 100 طبقه بریم بالا. خدا ذلیلت کنه. بیس من طبقه آخر خیلی عجله دارم. بپرم کجا داری میری؟ میخوام برم پیش رئیس. شما باید با پله بریم. مایما چه اونه که با پله بریم؟ چرا این یارو با پله نمیره؟ ایشون غیر از شماست. این آسانسور خصوصیه، میفهمی یا نه؟ در زنجایی شفری نمی کنه، ما خصوصی هستیم. موسی و سلام، بالاخره ما دنبالت اومدیم. چه بوی خوشگلی میدی. چیه قربونت برم، من عصا قورت دادی اینجور شق و رق وایسدی؟ آخه بخند. ببین داشم، این آدرس رو بی زحمت بخون، ببین ما کجا باید پیاده بشیم. قبرستون. چی شد؟ پا این نشکه شما نمیدونستیم؟ آی آسان سوچی، این جنازه رو ببر دفنش کن، بو گند گرفته. داشم از شوخی گذشته، ببین این یارو رو میشناسیم؟ ما کجا باید پیاده بشیم؟ همینجا. از این باید با انبار حرف در آورد. ما که رفتیم، اما بی معرفت با مردم بهتر از این باش. چارتا بگه دیگه باید یه دیگه بری. نفهمیدم. بی بیرون بینم ناکس. داری به من کلک میزنی؟ من به دنیا کلک میزنم. حالا حالیت میکنم. حالا من با آسانسور میرم بالا، تو باقی راه و پیاده میری تا پاهات واشه و همچی خوش اخلاق بشی. یاد ببینم. من خوش اخلاق هستم. خیلی خوش اخلاق هستم. نفهمیدم. حالا که فهمیدی باهات پیاده بری خوش اخلاق شدی، معلوم میشه آقا خیلی زرنگ تشت دارن. باشه شما هم زرنگ باش، اما یه شرط داره داداش، باید تا اون بالا میری همین تو یدم بخندی. باشه میخندی؟ پا بریم تو آسانسور رو بخند. دلم باره سوخت. یالا بخند ببینم. ده بخنده. درست حسابی بخند. چرا یه خط در میون میخندی مرد؟ میخندی یا برسامت پایین؟ بابا همچی بخند که من کیف کنم. ایرونی بخند. بخند، بخند، ما که رفتیم، حالا که رفته یه همه جون بخند و در بیرون بیرده. خب دیگه چه باید کرد؟ عصبانیه. آخه این که طرز معامله نیست. بله، با داد و فریاد چه کار درست نمیشه؟ این وضع موقتیه، چند روز دیگه خودم موضوع رو براتون حلش میکنم. حالا بفرمایید. سلام علیکم رئیس. ها بگو با اومدم. اگه با رئیس کاری دارید به خودم بگید. با خودش کار دارم. شما بفرمایید. خدافظ. زود باش بینم. یال رئیس خبرش کن کار دارم. متاسفانه که لا اینم که نیستش. با کی کار دارید آقا؟ با کی کار دارم آقا؟ با آقای رئیس کار دارم آقا. خود منم. چه فرمایشی دارید؟ رئیس دایی؟ نه خیر، تو آقای رئیس نیستی. من آقای رئیس رو میشناسم. برو بگو خودش بیا. بریم بیرون آقا. کی به شما اجازه داد بیاین تو؟ بفرمین بیرون. اینو باش، 18 تا صندلی گشته واسه یه نفر. چه خبرته با؟ بفرم چون راحت داشت. قربون شما. یا الله. الان بهت میگم. نه نیا کن، چای سفارش ندیا. قربون شما. مگه شما هم مجسمه این که این مرتی کرده را دادین تو؟ بیایی مرد از اینش کنید. نرشک. بابا بهت راحت باشیم جون من. باشه با تو میگم. از یه نکن. باشه با تو شوخی ندارم که. راحت نشستیم تر. باشه اونو خوش میگم. بیمارم. بچه ها.
یالا یالا بلند شی بری سر کارتون بینم بدو این یالا مثل دو تا مادام موسیو برگردیم بری سر کارتون بری گردش مهره اون باشو مهره اون باشو من جای شما بودم آبجی این عروس ژاپنی‌ها رو مینداختم دور جنس بهترش رو میخریدم تو دیگه چه جونوری هستی؟ مژگان جان چی شده؟ پس این دستگون تو آب دادی که این پسر برو آبجی خواهی تو قاطی مردا بر نزن بد نمیاد بالاخره که چی صد تومنشو بده گورشو گم کنه از اینجا بره حیف که زنی والا یه گوری واسه اردون همینجوری میکندم که هیچ گورکنی نکنده باشه یالا پول رد کن بیا دیوار رفت نداری یا رفیقت بگی من رفیقش نیستم فهمیدی خیلی خوب بابا دلخور نشو دست بندار بدک نی فقط یه خود پوز ملوک و سیویلش آویزونه یا این پولتو وردار تشریفتو از اینجا ببر راست میگه حالا با تربیت شدی اما ما اینجوری پولو بهش ندادیم باید دو دستی تقدیم کنه بیا ورد برو عمو اولندش که ما عمود نیستیم شم یادت نره دومندش گفتن دو دستی این باز یه دستیه که خیلی خوب بفرمایید اینم دو دستی حالا شد خب ما رفتیم دیگه فقط تو آبجی یادت نره بی خود جستای مردا رو بلند نشو بهت نمیاد حالا خیلی مونده تا مرد برو بیرون یالا دیگه معطل چی هستی من که دارم میرم چرا هلم میدی منو که رو گل گیرم چرا سرم میدی سعدی رو دارم میبرم چرا دلخوار میشی خدافر این دیگه چه افتضاحیه بیچاره پدرم خیال میکنه تو یه آدم قابل اطمینانی به خدا قسم مژگان جان من تقصیری نداشتم خیابون خلوت بود تم میرفتن در هر حال من دیگه از دست تو و حرکات تو خسته شدم این وضع دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه مژگان جان میدونی من چقدر تو رو دوست دارم وقتی با من عروسی کردی دیگه این مسائل خود به خود حل میشه و تو دیگه احتیاج نداری کارهای مردا رو انجام بدی این پنبرم از گوشت بیرون بیار که با من ازدواج کنی یا اختیار ثروت پدرم رو به دست بگیری من ممکن نیست بذارم یه جوان عیاش و قمارباز سرنوشت خانواده منو به دست بگیره پسر عموی منی باش ولی هیچ وقت راجع به عروسی با من صحبت نکن به خدا قسم دروغ میگن مژگان جان میخوان بین ما رو به هم بزنن قمارباز کیه بس دیگه اینقدر دروغ نگو اینو بدون اگه من یه روزی ازدواج بکنم با یه مرد واقعی ازدواج میکنم نه با تو حالا دیگه برو باهات کاری ندارم اگه این مرده پس اون کی بود مگه این دختره مرده که میخواد خودش جای مرده جا بزنه اوه من که از دستش زله شدم همونی که گفتم یا باید باش عروسی کنی یا دستشو از کارا کوتاه کنی یا باید همون کاری که گفتم بکنی نه مسعود جون من از آدم کشتن میترسم دیوونه نشو میلیون ها تومن پوله جون یه دختر از خود راضی اونقدرام اهمیت نداره پدرم که تو رو دوست داره و بهت خیلی اطمینان داره پس دیگه معطل چی هستی؟ یا اون راه یا این یکی حالا صبر کن من اول با عموم صحبت کنم شاید همینطوری بتونیم از شرش خلاص بشیم اون وقت اگه نشد یه فکری براش باز چه کلکی داری سوار میکنی ناکسا برو آقا برو رفتم بیدم حالا دیگه ما بریم بله برو خیلی خوب بیریم باشه مرد من نمیفهمم این مرد چقدر از خودشون راضی هست توی بابا بیا تو باد کار دارم ازت یه سوالی داشتم بفرما ببینم مگه مرده چی دارن که من ندارم خیلی چیزا خانم جون که شما نداری مثلا چی؟ والا ببخشید من مدت هاست که فراموشم شده جوانی کجایی که یادت نده تو هم که همه شوخه میکنی امروز یه آدمی اومده بود اینجا که تا حالا ندیده بودم با همه این مردایی که تا حالا دیده بودم فرق میکرد همون جاهله که میگن امروز صبح اومده بود اینجا بله خانم جون شما اینا مرد واقعی هستن اینا اهل صفا و معرفت هستن اینا مردونگی لوتیگیری دارن نه این مردمی که شما باشون دارم خورید خانم جون ببین بابا تو منو بزرگ کردی درسته تو هم جای پدر من بودی هم جای مادر درسته
اخلاق تو خیلی در من تاثیر کرد. سعیه، من برای اداره کردن این تشکیلات مجبورم مثل یه مرد رفتار کنم. رفتار کنی؟ دلم میخواد همه از من حساب ببرم. دلم میخواد ببینم اینجور آدم ها چطوری زندگی میکنن، چطوری راه میرن، چطوری لباس میپوشن، چطوری حرف میزنن. ولی آخه خانم جون، شما چریختی میتونید با این سر و وضع مرتب همچین رو بچرخ ببینه؟ بچرخ؟ آره بچرخ. نفهمیدم آره دیگه، ما بچرخ بچرخ بچرخ. لباس های تو اندازه من هست؟ لباس من؟ لباس چی؟ میخوام مرد بشم. شما مرد بشی؟ آره. آخه چریختی؟ تو به من کمک میکنی، تو به هم یاد میدی، من به هر قیمتی که شده باید مرد بشم. خدا جمع ده بسته دیگه، چرا اینقدر میخندی؟ چطورم؟ میزونه میزون، چه خوب قالب لباس ما در اومدی ها. دیگه معلوم نمیشه بزنم؟ نه یه حرکاتت مردونه باشه، صدات هم یه خودت گلوبتر بکنی هیچ که نمیشه. حالا گلاتو بکش پایینتر، کتت هم بده عقب که سیاه پنتر. حالا مثل من را ببینم اینجوری بیا بیرم سینه تن باشه. بیا اینا رو هم بپوشون که تو کوچه گندش در بیاد. حالا هرچی که من میگم تو هم بگو. چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ یه خود قلیصه. چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ بسه دیگه. خیلی خوب دیگه. آره یه بارم دو باید بگه چطوری داشتم. گفتم یه دفعه بگو. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. گوش بده، یادت در اسمت داشکبره، تازه هم از بیرون آمدی. خیلی خوب فهمیدم. ببین چی میگم، هر جا من رفتیم دعوا و مرافعه شد، گرچه من خودم هستم هوا دارم اما بوز که ندم. مگه نمیشه دختر با تو یک کلمه حرف بزنم؟ آقا چیکار میکنی وایت به دادم میگه؟ میگم بوز که ندم. خیلی خوب دیگه. شک بزن اینجوری، از این طرف، از این طرف. نفهمیدم من میزنی. نفهمیدم بی‌معرفت. آره دیگه لعلت هم میزنی. آره عجب دست سنگینی هم داره. حیف که بزرگت کردم، ولی شکمت سفره میکردم. چی گفتی؟ شکم منو سفره میکردی؟ بابا با تو که نمیشه حرف زد. برو بریم زودتر، میخوام بریم. نگاه کن محمود و مسعود تو سالون با آقا دارن حرف میزنن، فقط مواظب باش نبینن. باز نمیدونم چه کلک ملکی دارن جور میکنن. بریم اینا بی خیاله، اینا رو گفتم بگو شکمشونو سفره میکنن. ده نفهمیدم داش اکبر، حالا دیگه واسپم داری دو اکبر گلابی میاد. خب اوضاع تجارت خونه در چه حاله؟ والا اجازه بدین قربان، خیلی معذرت میخوام، کارمندان و کارگران مؤسسه به این بزرگی نمیتونن دیگه رفتار مژگان خانمو تحمل بکنن، به خصوص که ایشون تصور میکنن مرد بودن فقط به خشونت و تندی و داد و بیداده. چه کنم، من که خونه نشین شدم، دکترها برای قلبم قدغن کردن که کار کنم. یه دفعه هم که نمیشه دست مژگانو از کارا کوتاه کرد، ولی وقتی با محمود عروسی کرد به تدریج خانم خونه میشه و تمام کارا درست. بله، ولی تا اون وقت دیگه همه کارمندان تجارت خونه متواری شدن. اینم بی ارزگی خودته، زنا همه لجوج و یه دنده هستن. من که مکرر در حضور مژگان گفتم تو صاحب اختیار مؤسسه هستی، چند دفعه بگم؟ آخه عمو جان، شما خودتون میدونید که من چقدر مژگان رو دوست دارم، برای همینی که نمیخوام ناراحتش کنم. بله تو هم راست میگی، من خودم بهش تذکر میدم که از فردا تمام کارا رو تو اداره بکنی. ببینم الان کجاست؟ چه سرد اینم که میفته پایی پسیل تاسکی کو؟ بابا این صدا دیگه خود کلوف کن، باز که یادت رفت. چطوری داشتان؟ چطوری داشتان؟ چطوری داشتان؟ چطوری داشتان؟ بابا دیگه کوک میکنم. عجب غلطی کردی، به چیزی یادت دادی با؟ خدایا امشب خودم رو به تو سپردم. ای تاسکی، تاکسی نگرده بینا، نگرده بینا. بی معرفت، چه بی معرفتی بودا؟ یکی دیگه داره میاد. تاسکی نگرده، نگرده تاسکی، نگرده. ای رزگوه زیر ماشین بابا، کجا بخواییم بریم؟ راه ما طرف پایین ها. واسه ما فرق نمی کنه داشتم، ما میخواییم بریم یک کافه میزونی عشق بکنین. چطوری داشتم؟ قربون تو، معلوم میشه تو این شهر غریبی. آره داشتم. به یه کافه عالی سراغ دارم که آوازخونش معرکه است، رو دست نداره. بپریم والا بینا. الو کرمون، الو کرمون، اینجا دلم از عشق تو پرخونه. اینجا کجا هستی بگو یارب کجایی، چه وقتی جانب تهرون میایی؟
ببخشین خیلی مرسی الو از من نترسی حواسم بالا پسته خودش این خیلی شرطه همین حالا میگیرم رشت و گرگون میخوام دل دارم و پرسون و پرسون میخواستی زود بدی زودتر جوابم چرا این وقت و دیرنگ و عذابم اگر تو رشت و گرگون یار نمیدی دمونم تو که شهر اسفهونه بگیرم اسفهونو همون نصف جهونو الو های اسفهون یار من اونجاست بگو با من دراف دار من اونجاست حالا شهر خراسون رو میگیرم دشت تبریز و زنجون رو میگیرم میپرسم به همه مردم شیراز الو آبادانان مردم اهواز بگین یار من اون دختر و بجران بگو قصر شیرین آیکر موشه ها خانم اشتها گرفتیم خانم محشر میخون بیوره فرد حالا فهمیدم این جان و بگیم من خدایی فروغ خانه من اگر پس بردنی هر جا که باشی اگر اینجا بایا اونجا نباشی حالا درست گرفتی خانم به جا گرفتی حالا درست گرفتی خانم به جا گرفتی حالا که بود حالا که خونه اینجا برام از عشق تو خود خونه اینجا کجا هستی بگو یارم کجایی چه وقتی جا که به سهرون نیایی همین فردا میامن همان خواستی میامن همین فردا میامن همان خواستی میامن خوشگل میخونه ها آره واقعا خوب چیزی هم نه فهمیدم تو مثل یادت رفته کی هستی چی داری میگی راست میگی چی میخوری یه پنج سری کشمی کشمی نداشم یه بات ویسکی بیار نه دکتر ها ویسکی میخواد شوخی نکن اول این پولی چه داری هرد میده یا اینکه جونه برای تو جیب سقاب باز میکنه خوش نکن سر به سر میزده همون پنج سری یه پرت کباب برقر برده بیار آره داشتم برمینی شرط اینکه سر به سر هم نکنه ببینم حواست کجاست این دختره که آواز میخون تنها دلم میخواد برم پلوش بهش بگم خیلی عشقی میخونی بلمون کن بابا اینا هر کدوم صاحب دارن بی خودی ما رو تو اچل ننداز یارو لندی که رفته تو نخ جیلا نمیدونه چه بلا به سرش میاد جونتو نمیشه واسه برم ازش تشکر کنم بگم خیلی خوشگل خوندی گوش کن اکبر دیگه داری منو کلافم میکنی میگم نمیخواد بری ازش تشکر کنی بالاخره امشب یه کاری دست ما میدی درسته بالاخره تو لاله منی بعد صرف تو گوش بده با همینجا منتظرم باش الله برو وای وای بیبی بیماره فرم اجازه میفرمایی خانم میتونم بشینم البته خواهش میکنم بفرمایی متشکرم شما چقدر با تربیتی صدای شما خیلی قشنگ بود خیلی زیاد بی اختیار دلم خواست میام سر میزتون بهتون تبریک بگم ممنونم محبت دارید مثل اینکه شما اهل تهران نیستید نه خیر من شهرستونی هستم راستی موی کلوپاتری خیلی به شما میاد به نظر من شما هیچ وقت نباید موهاتون رو شینیوم بکنید اینطوری خیلی بهتون میاد منم همیشه موهام شما چی منم همیشه گور خودش داره میکنه اونم میره اگه اصلا بیاد یه لقمه چپ بشه تو شو بیا نفهم میگم بچه ها اصلاحی اومد الان تو را بیام آره الان لندوی عجلش رسیده آره یه تموشه میکنی یا استاد
جیوچه چیمه گفتید سرمی؟ بلش کن حسن. چطور جارت کردی؟ این آقا از من اجازه گرفتن، من گفتم بشینم. خیلی خب، پا بشین. دیگه تموم شد. خوش اومدی داشتم، شاکرت هستم فرفره. شما؟ منم نوکرت اکبر. چطوری داشتم؟ قربونت تو اکبر چی؟ حتما یه پشمندم داره. اکبر 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 تو هم اکبر چی؟ اکبر چی میگه؟ اکبر لانکاستر. نه بابا. آره. اکبر لانکاستر. آره. اکبر لانکاستر میرم همون آرتیسته که فیلم های بزن. آره دیگه فیلماشو خیلی دوست دارم، تو نمیری. از اون یک که بزن هاست خیلی خوب بازی میکنه. این به چه کلکیه خوش هم ورده هیچی بهش نگو بس که فقط واسه ما دومه. خوش هم ورد بابا. آه چی دیگه گندش دارم داریم کن دیگه داشتم. آه اکبر آقا بگو خواب به سلامتی رفیق امشب اون اکبر آقا لانکاسته نوکرشم. برو بالا. بالا؟ کدوم بالا داشتم؟ بجون ما بازی در نیار. اکبر خیلی خوشمزه است. میگه کدوم بالا؟ خب بفرستش تو حلقت دیگه. آه قربون. این چی هست؟ کش میشه نوکرشم بخوره جا میاد. شاید نخواد بخوره. یعنی دست منو رد میکنه؟ تو این شهرستانی رو نمیشناسی. زد تو منو تو رو تو عرق خوری کله پا میکنه. برو بالا اکبری. مرگ هستم برو بالا. این تن بیمیری با خود دیگه. نوشه جونه. جونه تو دست من ایداد و ایداد خیلی با ما از دستی. یه گیلت دیگه با قروشن داشت. قربون تو داشتیم قربون تو. حسن جون برای اون پول امروز رفتی؟ آره اما کاش که نمیرفتم. هیچی یه دختری اونجه بود بی معرفت مثل این که ناف آسمون افتاده بود پایی. اینقدر بوشتلخ بود که با یه مقلبا نمیشد خوردش. آخه اون رئیس بوده. تو از کجا میدونی اکبری؟ حد زدم جون تو. آره خوب فهمیدی. میگفتن رئیسه. اما چه رئیسی؟ اصلا بهش نمیومد. مثل مربای آلو پشت یه میز گنده نشسته بود. آره خلاصه بساتشو به هم ریختم. همینطور تون تون میریزه تو اندقه بلا. نگفتم بسه دیگه میترکی. لندوکه رو مثل ماهی که آب میخوره می میزنه. آره بابا اصلا نه جیبش نیست خورتانه چه خامیش کنه بابا همیدونه. حتی فرفره تو میره قرقرم نیست. آره والله تو خوشو بارو تاکسی احمد برو من بعد میام. جونه من دعوا نکنی. نه جونه تو ناراحت نباش خوش برو. خیلی خوب نوارا چطوری بهتره اینجا جای زنانی؟ عوض ده مهمونه تو از وارده من بی احترامی کنم و همینطوری بشینم نگاه کنم. آره بلنش بریم دربا خوش بریم. بریم آقا بریم خانم با شباب عده بخشی آقا چی شده دربا؟ آره بریم آقا بریم خب ما قلقرم نیستیم آتقیبی کله. برا ببینم یه ما لندوکیم آتقیبی کله. منو بگن آتقیبی کله. آتقیبی از این کله نداریم آتقیبی کله. آره بیا بره خونه. آره ولی نفس خلی بابا. نفهم میدم حالا دیگه آرام نیست کشی. اکبر آرفیس ها جارو باید میبریم. پاسبان نیمده این نشان جم کنی. یالا نمیتون بفهم دعوا شده. جم کنی. عجب بساتی داریم. زمسونه سرده
دلم از غصه پردرده. عزیز من دلم کرده دلم گرمه تنم سرده. از جا خشم دلدنش باشیم بریم یه شاده که بسش بزنیم باشیم. زمه صبونه هوا سرده دلم هم از غصه پر زرده. عزیز من دلم کرده دلم گرم تنم سرده. دلم گرم تنم سرده. جانم گرم شنم خدا یاور مسلمونه. دلم خونه دلم خونه دلم خونه دلم خونه. زمین برف همه جا لخت و اوره. فقیر بی نوا خونه نداره. شبا جای گدا پیش تنوره. کردنه اوه بپا خب رسیدیم دیگه همینجاست. کجا رو میگی رسیدیم؟ خونه داشت همینجاست. راستی بینم واسه این شب جایمایی تو مسافرخونه دست پای کردی یا نه؟ نه بابا من از این مسافرخونه نمیرم. اگرم یه وقتی برم میرم هیلتون. آره تو میری هیلتون. آره. مگه خوابشو ببینی؟ بیا همینجا به خواب بی خودی جستم بلند نشو. یه کلوه درویشی و یه لقمه خوابم حاضره. کجا اکبری وایس بینم یه رفت میری زیر ماشین با گیر عجب قرمت جفت داریم.
برو بالا بینم. ده نشد ده آسانسورش کوه. عجب گیری افتادیم. بابا آسانسور چیه؟ آها همونه که امروز سوار شدم گری میره بالا. آسانسور خیلی خوب. سب کن سب کن اکبر آقا بفرمایی. اینم آسانسور. سب کن حالا درش هم وسط با کنم. بفرمایی یالا بریم بالا بینه آجا. بفرم بریم بالا. این طبقه اول، اینم طبقه دوم، اینم طبقه سوم، این طبقه چهارم، اینم طبقه پنجم، رسیدیم، اینم طبقه ششم. خب آسانسور چرا مرخصش کن بره دیگه باش کاری ندارم. خیلی خب پسر برو دیگه باش کاری ندارم. رفتش رفتش. بفرم بفرم دور اتاق جنابالی حاضره. بفرم بتمرگیز بفرم بیبینم. بفرمین همینجاست. آفتاب گیرم هست. از تمام هتل هیلتونای دنیا هم خوشگل تره. خوبه دیگه با تو کاری ندارم پسر جون. میتونی بری یا اینم الان تو مرخصی برو بینم برو. خیلی خوب بابا حالا بیجی بخواب. این دیگه چیه؟ من که میز نخواسته بودم. اینو از این وسط ورش رو بنداز دور. این دست و پا گیره برادر. گفتم که اینو ورش داریم به دردم نمیخوره. لا 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 دیگه یواش یواش داری اون رو منو بالا میاری یا بابا این میز نیست که کرسیه. اچو ارمایی تو تا حالا عرق نخوردی که اینجا رو با هیلتون اشتباه میگیری. بابا بگی بخواب کشتی منو خستم کردی. اینجا همومش کجا؟ همومش سر گذره. خیلی خوب پس بگو قراغش کنن میخوام دوش بگیرم. حیف داشت اکبر خیلی چاکرتم. ولی الان یه دوش گرفتن یادت میدادم که هیچ وقت یادت نره. بابا حالا چه وقت هموم گرفتن نصف شبم گذشته. بیجی بخواب نوکرتم. خیلی خوب بابا خیلی خوب. نیا کن ما رو بگو با کی طرفی؟ چی شده؟ بینم سرسی نره ببینم. کدوم زورخونه کار میکنی؟ ها؟ من زورخونه کار نمیکنم. اینایی که میبینی خدا دادیه. ماشاءالله او من ببینم. نگاه کن نگاه کن نگاه کن ماشاءالله. آره آره خواب قربون تو اکبر جون. من دیگه رفتم بخوابم. معطل نکن تو هم برو میگی به خواب تا فردا حال جا بیا. الو ترون الو پاریس اینجا دلم از عشق تو لبریز اینجا. الو لندن الو ترون اینجا دلم از عشق تو ویلیون اینجا. الو ترون الو پاریس الو ترون الو پاریس اینجا. داشاکر بسه دیگه. من اینه میدیم بچه مریضه. بچه ما مریضه خوابیده. الو ترون الو پاریس اینجا. خیلی خوب میخوای بری پاریس؟ دلم از عشق تو خیلی خوب برو پاریس. منم جونم ندار اومدم با یه کار کوچولویی دارم کوبی جون. ترسیدم خیال کردم جنه. تو این داشلی چی میخوای آقا جون؟ ببین کوبی جون اینا که قربونت دارم میتونی یه کاری واسه من بکنی؟ آقا جون شما هم عجب توقعاتی دارین. این وقتش هم منو بیدار کردی باشم یه کاری براتون بکنم. نه جونم کار بدی نیست. خواستم ازت خواهش کنم اگه امشب یا فردا صبح آقا پرسید خانوم کجا بو سر شب اومده گرفت خوابی. با خدا مرگم بده چطور مگه رفته ددر آقا جون؟ نمیدونم کدوم گوره سونی رفته. بدین به من خیلی تشنمه. آه. آه. آه.
میتونم بخورم. تو کی هستی؟ اسم من محسنه، داداش حسنم. تو کی هستی؟ منم اکبرم، رفیق داداشتم. باهاش تازه آشنا شدی؟ خیلی داداش خوبی دارم، نه؟ نمیدونی چقدر واسم زحمت میکشه. پا چی شده؟ درد میکنه؟ من پا مریضه، میگم فلجه. ببینم محسن جون، چرا پیش یه دکتر نمیری که معالجت کنه؟ آخه اون دکتری که بتونه پای منو خوب کنه خیلی پول میخواد. داداشم هم که نداره، اونو فاتی شب و روز جون میکنن که پول دوا دکتر منو بدن. ببینم اشفر، تو پا درد نمیکنه؟ من؟ نه جونم، فقط چونم درد میکنه. خوش باله، انقدر دلم میخواست منم مثل بچه های دیگه بازی کنم، مدرسه برم، اما با این پام نمیشه. قصدشو نخور جونم، خدا بزرگه، ایشالله که خوب میشه. نه میدونم، اینا رو واسه دلخوشی من میگی، اما از امروز من یه داداش دیگه هم پیدا کردم. تو یک بر قربونه تو، مرسی. خب من دیگه باس برم. اساسا خداحافظی نمی کنی؟ دلم نمیاد بیدارش کنم. خداحافظ کوچولو. خداحافظ. نکنم از بخوابم. داداش پاشو دیگه، چرا میخوابی؟ هی فاتی تو هم پاشو بابا، دیگه کله زوره. یا الله بابا، هی بابا پاشو دیگه داداش. بچه چه خبرته؟ تو هر روز تو هی باید ما رو اذیت بکنی؟ مگه تیر خوردی پسر جون؟ آره اینجی. سلام داداش. سلام، پشت سماره آتیش کن خواتشو. صبح زود آتیش کردم. ده پاری کلا پا ورد بیارش. اکبر، اکبر کو؟ چی میگی؟ مگه اکبر زیر کرسیه؟ آره با دیشب با هزار زحمت آوردمش خونه. یه مسی کرده بود که خدا میدونه. یه تیارتی میداد تماشایی. اینجا رو میگفت هتل هیلتون، کرسی رو میگفت میز. منم خیال میکرد پیش خدمت رو مهمون خونم. بعدم نگفته دادا به قیافت میاد. ای کلکه شیطنه وریا. کجا رفتم؟ حتما رفته دست با. نه بابا، خودم دیدم رفتش. نزدیک سحر بود، تشنم شد، اون یه لیوان آب به من داد و خدافظی کرد رفت. عجب بی معرفتیه. بچه رو منو بیدار نکرد؟ نه بابا، گفتش دلم نمیاد بیدارش کنم. حتما رفته کله پاچه رو بزنه. آره. چایلی بریز ببینم. فاتی جون، بعض خودم نباشه پسر خیلی خوبیه، خیلی به نظرم نجیب و سر برا میاد. نکنه مسعودی بلای سرش اومده باشه؟ نه بابا، از اون عرق خورای قهاره. من میدونم الان ککش هم نمیگزه، قپراغ قپراغه، خودش هم همچین میزونه میزونه. آی سرم، آی سرم ترگید. آخه بابا جون، شما رو چه به مسعود کردم؟ آی سرم داره یه بارو بالا رو سر خوب بشه. این دیگه چیه؟ باخو برو بالا. تو چرا اینجوری شدی؟ بابا ای والا، شما دیشب با بطری خواب بودی تو مخ من، تازه بگی چرا اینجوری شدی؟ بابا دست خور. درسته، این عرق عجب چیز بدیه. این دعوا و کتککاری و این چیزا هیچ دلیل مردانگی نیست. خیلی چیز وحشتناکی بود. همه مزه مردی به همین دعوا و مرافعش. خانم جون چی داری میگی؟ آره راست میگی. برو بالا. اما تو این شهرم عجب آدم هایی پیده میشه. این تازه یه چشمشه. شما خیال کردی به همین راحتی کت و شلوار مردونه پوشیدی رو مرد شدیم؟ نه جونم، چیزای دیگه هم داره. اونا یه چیزاییه که این لله پیرت میدونه.
آره مثل اینکه خب حالا پاشی زودتر لباس دورو بپوشی سروستون درست کن که پدرت شما رو با این حال نبید. یاد بیده خود چطور هنوز نیمده؟ عجیبه، من فکر کردم صبح زود اومده تجارت خونه. گوشی نگذار. سلام آقا جون. کبرا خانم خونه است یا رفته؟ تو اتاقشونن آقا جون. الان میرم ببینم چرا تا حالا نیومده. شما کارهای تجارت خونه رو انجام بدید. مگه خانم دیشب ساعت چند اومد خونه؟ والا مثل اینکه اصلا دیشب خونه نیومدن آقا جون. چرا مزخرف میگی؟ چطور ممکنه خونه نیومده باشه؟ خب به من اینطوری گفتن آقا جون. بریم ببینیم. خب حالا تا پدرتون نیومده زودتر بریم تجارت خونه که بهانه دست او بدجنسا نشه. خیلی خب بریم. سلام. سلام. ببینم چه اتفاقی افتاده که امروز سر کارت نرفتی ماشکال جان؟ من حالم خوب نبود، یه کمی دیر از خواب بلند شدم. اه چه بوی عرقی تو این اتاق میاد. این چیه؟ چیز قربان، این مربوط به کله بنده است، زخم شده بوده، یه خود الکل زده. بگونید قربان. صافا شنیدم تو اصلا دیشب خونه نیومدی، کجا بودی؟ من پدر اختیارت قربان، ما این که سوپ سفیدیم، خود ما دیشب خانم آوردیم تا تو اتاق. تو دیگه حرف نزن. حالا دیگه ما حرف نزنیم. مگه خود شما دیشب دیگه حرف نزن. حالا دیگه ما حرف نزنیم. نه حرف نزن، برو پیش بنده در، برو بیرون، برو ببینم، بودو ببین مژگان جان، درسته که این روزا مرد و زن در همه کارا با هم دیگه مساوی هستن، ولی تا وقتی که زنا فوت و فن کارهای مردا رو یاد بگیرن خیلی طول داره. به نظر من بهتره کارا رو به محمود واگذار کنی، چون اون بهتره داره میکنه جان. نه پدر، شما هنوز محمود رو نمیشناسید. چون میدونه شما وصیت کردین که ما با هم عروسی کنیم و اون صاحب اختیار ثروت شما بشه، به شما اظهار علاقه میکنه. این چه حرفیه؟ من به محمود بیشتر از دو تا چشمم اعتماد دارم. پیر مرد احمق زودتر نمیمیره از شرش راحت بشن. با این دختر از خود رازیش پاک منو دیوونه کرده. فعلا که وضع بر وفق مراده، دست دختره رو کوتاه کردیم و تو جاش نشستی. نقشه همین بود که عملی شد. نه این تو نیست، من باید باهاش عروسی کنم، غرورشو بشکنم. اون به من خیلی توهین کرده. فقط مواظب باش نفهمه تو زیر زمین های انبار چه خبره، چون اگر بو ببره کارت خراب میشه. نه نه ترس. گوش کن ببین، 30,000 تومان دیگه از حساب تجارت خونه بده من، امشب میخوام برم بازی کنم. این آخرین پولیه که بهت میدم، وقتی نقشمون عملی شد میتونی هر چقدر دلت خواست پول برداری. اون وقت دیگه به هیچ جان بر نمیخوره. شما با اجازه کی جای من نشستید؟ والا عمو جان دستور دادن. شما دیگه از امروز هیچ سمتی اینجا ندارید. البته به عنوان نامزد من میتونید اینجا تشریف بیارید، ولی به عنوان رئیس نه، نمیتونید. عجب. پس محمود خان رئیس اینجا شدن. بله. ببینید بله؟ مژگان خانم، من فکر میکنم اینطوری خیلی بهتره، شما هم راحت ترین. بله درسته. فقط من یه کارایی دارم که باید انجام بدم، بعد مرخص بشم. ببخشید. اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم، بفرمایید. مدارک و ساعت کار آقای رئیس جدید در هفته گذشته است که تا یک ساعت دیگر به آقای تلاچی پدر بزرگوارم تقدیم خواهد شد. شنبه صبح سازش با نمایندگان تجاری ما بر علیه منافع شرکت. بعد از ظهر قمار در منزل فراهان به اتفاق میمی و فیفی. باخت 50,000 تومان. یک شنبه صبح جعل اسناد رسمی تجارتخانه. بعد از ظهر قمار. باخت 40,000 تومان. دوشنبه صبح حمل مال و تجاره‌های مشکوک و انبار بزرگ. بعد از ظهر تماس با اشخاص ناشناس برای فروش آن. شب قمار باخت 20,000 تومان. علاوه بر اینها نوار ضبط شده از صحبت‌های جناب‌عالی که همین امروز به آقای تلاچی تقدیم خواهد شد. آره دیشب خیلی خوش گذشت، جات خالی بود، خیلی باختم، اما تو جات دلم در بود. این پیر مرد احمق که آدم حسابی نیست، یه پشتر و گوره. بالاخره تمام ثروتش مال من میشه، اگرم لازم شد کلکشو میکنم. عجیبه، من فکر نمیکردم محمود خان شما تا این حد در کارهای تجارت خونه اخلال کرده باشید. بلند شید. مژگان خانم راست میگن، شما اصلا لیاقت این مقامو نداری. خب حالا برو پی کاره. بازم بهت رحم میکنم، ولی بدون اگه بعد از این کوچکترین کاری بکنی همه این مدارک و مدارک دیگه ای که موجوده به پدرم میدم. برو. راستی مسعود خان، بعد از ظهر برای سرکشی به انبار میرم، بگین آماده باشم. چشم.
آقای دکتر همایون، من مژگانم. مدارکو باید از بین برد، نوار ضبط صوتم نابود کرد. اگه امروز بیاد انبار و اجناس قاچاقو ببینه، کار هر دومون زاره. دیگه آرزوی ثروت پیرمرده رو به گور میره. آره هر چی بگی میکنم. محمود، راه دوم باید انتخاب کرد. امروز که اومد انبار، کلکشو طوری میکنیم که آب از آب تکون نخوره. بله آقای دکتر، آدرسو که یادداشت کردیم. بله بله درسته، همینه. پسر بچه کوچیکیه که پای راستش فلجه. خواهش میکنم اول ماینش کنیم و نتیجه رو به من اطلاع بدین که بعد برای مالجش اقدام کنیم. بله. و صورت مخارج برای من بفرستین، خودم میپردازم. نه خواهش میکنم، ولی هیچ کس نفهمه که این کار از ناحیه منه. اصلا اسم منو نبری. خیلی متشکرم. خداحافظ. بله خب، مواظب باشین اتفاق عادی جلب کنه. خوب فهمیدین چیکار کنید؟ تو سرشو گرم می‌کنی، تو هم اتومبیلشو خراب کنی. اون وقت مجبور با تاکسی بره، البته با اون تاکسی که ما دلمون می‌خواد. یلا برید. چطور ندارین؟ مگه همچی چیزی ممکنه؟ والا به ما ندادن. این چه مسخره بازی؟ من نمیفهمم. مگه به شما نگفتن که خانم تاکسی بیاره؟ نگفتن. بریم تو دفتر تا تکلیف اینا رو روشن کنم. یادت نره دفعه دیگه که اومدم باید حتما کلید انبار زیرزمینی رو داشته باشی، فهمیدی؟ مایلا سرکارت با من داشتم. نقشمون عملی بشه برای همیشه خیالت راحته. خدا کنه بچه ها خوب کارشون انجام بده. روشن نمیده. چرا روشن نمیشه؟ این که درست بوده میرن. یه نگاهی به موتور بکن. نفهمیدم، حالا دیگه ما بریم نگاه کنیم. ما که چیزی سر اون نمیشه. خانم جون نمیدونم چرا روشن نمیشه. خانم شما با تاکسی بفرمایید خونه میکانیک که اومد میدم درستش کنه میفرستمش خونه. آقای محمد یه تاکسی صدا کن. خانم الان تاکسی میاد. پس تو بمون ماشینو بیار. شما چی خانم تنهایی؟ نه ترس، عیبی نمیکنم. حالا دیگه عیب نمیکنی. بفرم میخوام. چرا وایسادی؟ مگه میخوای مسافر سوار کنی؟ چرا نکنم، این همه را صرف نمیکنه. دو تومن میدی میخوای سوار نکنم؟ بیا این بالا. فهم فاتی چرا بردش مریض خونه به این دوری؟ آخه دکتر جدیدش اینو گفته. ای بابا چی شد؟ مثل که تو اون تاکسیه که رد شد خبرهاییه. بریم Come on,
خانم بد اخلاقه؟ به خدا اگه میدونستم 30 سال نجاتت نمیدادم. نمیدونی چقدر قیافه نصر دلخورم نفله. هنوزم دیر نشده، میتونی صداشون کنی منو بدی دستشون؟ نه این دیگه هم مردونگی به دوره، والا همین کارم میکردم. خب حالا ببینم چطور شد تومه این ناکسا شدی. این دیگه به تو مربوط نیست، برای اینکه منو نجات دادی خیلی ازت متشکرم، اما از دیدن قیافه منحوست خیلی هم مچلم. نه بابا بکش پشت دوری. آی احمد خانم بی برسون در خونه شما، حوصله دیدن قیافه پخت و نسو ندارم. زود باش برو خارج کن برگرد. به پاتورا کلک دستت نده، خیلی حقه است از اون بد اون آقای روزگاره. زود باش احمد، تنگ غروبه، باید برم مریض خونه، میترسم دیر بشه رام نده. یالا بقی خارج کنه برگرد. بی معرفت جایی دخش ما درد نکنه، لغازم میگه. چیز عجیبی، آخه چطور میشه تا حالا نیومده باشه؟ به تو چیزی نگفت؟ نه قربون، خانوم به من دستور داد ببونم ماشین بیارم، خودشم با تاسکیره. ترسم بلایی سرش اومده باشه. نمیفهمم، اگه من 100 دفعه به تو نگفتم مواظب دخترم باش. بنده بی تقصیرم قربون. پدرم خونه؟ مسی که اومد قربون. سلام خانم جان. سلام. سلام پدر جان. مشکان جان کجا بودی؟ خیلی برای تو دلواپس شدم. یه راننده تاکسی با 2 نفر دیگه میخواستن منو بکشن، اما یه جوان با غیرت رسید منو نجات داد. عجیبه، روز روشن، این دیگه خیلی مسکه. نفهمیدی کی بود؟ نه، نمره تاکسی هم حتما قلابی بود، اما میدونم از ناحیه کیه. منظورت کیه؟ بعد معلوم میشه، وقتی که فهمیدم تو اونم بار چی قایم کردن بهتون میگم. تو اینقدر با محمود بدی که خیال میکنی هر کسی کاری بکنه تقصیر اونه. خانوم درست حرف میزنن. تو دیگه حرف نزن. آره دیگه ما حرف نزنیم. اصلا میدونی چیه؟ تو دیگه خیلی پیر شدی. نفهمیدم، آره دیگه ما پیر شدیم. برای من احتیاج به یه مستحفظ با عرضه تری دارم. درسته عموجم، حق با شماست. مشگان احتیاج به یک مستحفظ با عرضه داره. نه من احتیاج به مستحفظ ندارم، خودم میتونم از خودم دفاع کنم. نه جانم، معلوم میشه خیلی طمع به مال و ثروت و زیبایی تو دارن. بهتره کسی مواظب تو باشه جانم. محمود تو کسی رو میشناسی؟ بله قربان. بله فردا صبح یه نفر رو خدمتتون معرفی میکنم که کاملا قابل اطمینان. قربون بنده خودم یه نفر رو میشناسم که. تو دیگه ساکت. حالا دیگه ما ساکت. خب محمود جان فردا صبح با خودت بیارش. بیارش. چشم. پس اجازه مرخصی بفرمایید برم ترتیب کارا رو بهش میکنم. برو به کارات برس. مرسی. برو. بیا دخترم بیا. این چیه؟ تعریف کن ببینم موضوع چیه. آخه چطور شده این اتفاق افتاد؟ چرا مواظب خودت نیستی؟ که با
سبو به سر کشم، می تا سپید دم به یاد او به سر کشم، هم و جم و یار من در این میان کو که به عشق سر هم به دامن او. زمان اکبر لنکستر فرستم. قربون تو بفرما، رفیق اکبر رفیق ما هم بفرما نوکرت. حالا دیگه ما رفیق تو شدیم؟ مگه ما چمونه پدر؟ خب خود بیمرفتش کجا؟ جون تو خیلی سفارش کرده بود که برات کار پیدا کنم، منم یه جای خوبی رو ازت دست پاک. آها نگفتم، نگفتم یه اکبر خیلی رفاقت سرش میشه، همش به فکر منه. خب چه کاری هست؟ والا ارباب من یه کسی میخواد که همه جا دنبال دخترش باشه و ازش محافظت. نفهمیدم، یعنی دنبال دختره باید را بیفتم؟ آره دیگه. خیلی خب، اما بینم حقوقش چنده؟ ما یه هزار چون خدا. هزار چون بدک نی؟ اما با این دخترهای امروزی مگه میشه سا؟ نه بابا از اوناش چی میگی؟ کور خوندی تو ببیری یادت نره تو ببیری زدی ها؟ آره دیگه. من فقط شبا نمیتونم بمونم، ساعت 12 باید اینجا باشم. قبول ارباب من هیچ کسی رو بهتر از تو نمیتونه پیدا کنه. خب قرارم کجا؟ فردا ساعت 8 صبح در خونه خیابون آذری کوچه مشکی شماره 18. سلام علیکم. اوه اومدی؟ زود داشت بیه تو، بیه تو تا دیر نشده میترسم. اون یکی بیاد. بودو اون یکی که دیگه؟ بودو 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 که خوب موقعی رسیدی. ارباب تو ایوون نشسته مونده. خیلی خوب یارت باشه تو میری زدی یا کلک من. خیلی خوب بیه تو دیگه حرف نزن. بیا بالا. سلام علیکم. سلام قربون. سلام. ایشون همون مستحفظی هستن که خواستیم. همون مستحفظی که قرار بود امروز محمود بفرسته. خیلی خوب، ببین پسر جون، من احتیاج به یه نفر دارم که همه جا مواظب دخترم باشه، ازش محافظت کنه. حاضر این شغل قبول کنی؟ پس بفرمایی یه سگ گله گردن کلوف لازم داریم که مواظب اون باشه. این سگ که هستش؟ نه پسر جون، تنها گردن کلوفتی شرط نیست، باید عقل و هوش هم داشته باشه. تو به نظرم جوان باهوشی میایی، من حاضرم با ماهی 1000 تومن استخدامت کنم که از صبح تاشو مواظب دخترم باشی، یک قدم ازش نباید جدا. باشه قربون، قبول. ما تا حالا این کارا نکردیم، اما یه دفعه امتحان میکنیم ببینیم چی میشه. چطوره پدر؟ بله قربون، این آقا پیداست که جوونه با شرفیه، هیچ که بهتر از این نمیتونه این کارو انجام بده. تو دیگه حرف نزن. حرف میدم، آره دیگه ما حرف نزنیم. خیلی خب، پس قول بده، قول مردونه که هر اتفاقی بیفته این کارو تا آخر دنبال میکنیم. باشه قربون، قول میدم، قول مردونه. یه مردونه پس دست بده. بفرمایین. بیا دو بیا ببین چی میکنه. چی؟ مژگان جان، این آقا همونه که باید محافظ شما باشه. بیا جون. ایشون هستن؟ این که خیلی کوچولو موچولوه، به درد نمیخوره. فلفل نمین چه ریزه؟ نه، از قیافش پیداست که پسر زبرت رنگیه. بچرخ ببینم. بچرخ بچه؟ بچرخ. لا لا لا، بفرما. بازم بچرخ. بفرم. مثل که بد نیست، اما باید ورزش کنی تا خوب بشی. دهنتو باز کن ببینم. آره دندوراش هم که برد. بیمعرفت، مثل که میخواد عشق بخره. نه بابا ما نیستیم اینکه دیگه. آخه مال خیلی از پونه خوشش میاد، در لونش هم سبز میشه. فراموش نکن که تو به ما قول دادی، قول مردونه. آره دیگه چه کنم، ما همیشه چوب همین چیزا رو میخوریم. خوب فهمیدی چی گفتم اصلا؟ خیالتون تخت و تخت باشه، حساب دختره رو میرس. هرچی بهت گفتن قبول کن، اگه نقشه‌ای که با هم کشیدیم عملی بشه پول زیادی بهت میدن. ما واسه پول همه کاری میکنیم. خیلی خب بریم. بریم. وای شما، بالاخره تو احتیاج به یه مستحفظ داری. من دلم نمیخواد کسی مزاحم. عمو جان سلام. این آقا همون مستحفظیه که قرار بود امروز بیاره. چطور شد؟ نفهمیدم. من خیال کردم این آقاست اون که باید میومد اینجا. والا ما هم خیال کردیم که دیگه حرف نزن. حالا دیگه ما حرف نزنیم. آورده اینجا. آخه اینکه شما انتخاب کردیم به درد هیچ کاری نمیخوره. شما اندام اینو نگاه کنید چقدر برازنده. حالا ما به درد نمیخوریم جیگول.
اگه یادت رفته یه مشتمالت بدم. خفه شو جوجه، مشتمالت تو همون میدن. گفتی جوجه؟ جوجه را آخر پاییز میشورن داشن. به نظر من اون که گردن کلفتاره باید محافظ من باشه. حالا بهتره با هم دیگه ترمز دعوی... ترمز کن همچی ترمز کن. ما بی خودی کسی رو ناکار نمی کنی. آب سر میگن شطور در خواب بیند پم بدونه. چه خبر مگه اینجا گود زورخونه است آخه؟ البته اگه این آقا میترسه دعوا نکنه بهتره، چون ممکنه از دماغش یه دفعه خون بیاد، بعدم خونه ببینه و بیفته و قش بکنه. نه بابا طوری نمیزنیمش که قش کنه، فقط دندوناشو میزنیم. تو اینم یه مشتمال حسابی که هیچ شخیاره داره. حالا جا من کشکله. آره بگو با یه کاری بکن داره خبره مشتمالش میده. چه جور مشتمال آخره؟ غزل خداحافظی خوند. خاک بر اون سرت کنم. بلند شو آب روی منو بردی. آقا نزن دیگه نزن. چه صافت بردشون هیچه ای کنم. برو گم شو خاک بر اون سرت کنم. برو بیرون گم شو. الله تن لش. همین مستحفظ به درد تو میخوره. خیلی عالیه. بله قربون. میگم از فردا صبح زود مشغول کارش میشه. مجد میو بله. چرا واسطه‌ای ببریم ده؟ تو نباید جلوتر از من را بریم. تو مستخدم من هستی. نه فهمیدم. مستحفظ یعنی مستخدم؟ درست تو ما زیادی اما این چیزا رو انقدر سرمون میشه. در هر حال یادت نره باید همه جا به احترام من یه قدم از من عقب‌تر باشی. فهمیدی؟ خیلی خوب. اف چه قول دادم اگر نه درس اخلاقی بهت میدادم که خودت حظ بکنی. اینم یه قدم عقب‌تر. بیا بالا بریم بابا. بازم که وایسقی پچه سوار نمیشه آبجی. آبجی شما عادت نداره خودش سوار شه، باید داداش بی تربیتش در رو واسش باز کنی. مکتوب لا اله لا لا. چقدر بابا تو ناز داری، کشتی ما رو، خستمون کردی. عجب گیری افتادی ما. لا 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 لا. بفرما بابا سوار شو، معطلش نکن ببینم. برو بالا. رفتی؟ خیلی خوب. این چه کاری نداشت؟ شما اینا زورتون میاد در اتومبیلتون رو واکنی یا چی دیگه واسه تون باید در رو واکنه؟ این چه کاری نداره؟ چه لفت و لابش میگیری؟ از کنون طرف برم؟ به طرف چپ برو. اون ناسلامتی مثلا راننده ای آبجی اینقدر خور نزن. خب یخته زودتر بگو. راست برو. ده من نمیدونی کجا میخوای بری. بیا اینم راست. چپ راست. سر به سرم نزد خلقم تایی میشه. میخواستی اول تصمیم بگیری بعد سوار ماشین باشی. نفله. گفتم رو حرف من حرف نزن. دیگه داری کفرمو در میاری. خیلی خب بفرما. چپ راست. چپ چپ راست. چپ راست. بفرما. آره خلاصه یه ترمز محکم کردم، یارو قلفتی افتاد جلو، سرش پایین پاش هوا رفته. آقا جون اکبری، یارو خیال میکنه چون پول داره میتونه هرچی دلش خواست بگه. خیلی دختر خلوزیه. یعنی اصلا خلوز داره مجنون؟ چی نفهمیدم؟ همچی حرف میزنی مثل این که به تو بد و بیرا گفتن. نه اصلا آقا اکبر منظور چیز دیگه است. آره منظورم همینه که گفتم تو هم از اون خلوستری مجنون. برای اینکه اگه نبودی نمیرفتی اونجا نون نمکشون رو بخوری و پشت سرشون بد و بیرا بگی. هرچی به چیزی نمیگم از رون نمیری. بابا اکبری قربونت برم، آخه وضع منو ببین، من فقط واسه داشم این کارو قبول کردم، ولی این دختر اخبار رازی بیمانی رو همچی میتونم. بیمانی خودتی؟ چی نفهمیدم؟ بله دیگه، ای بیمانی نبودی هیچ وقت از مردم باید نمیگفتی اکبر راست بگی. درست بگی.
چی میگی؟ بابا مثلا ناسلامتی شما رفیق من هستین، چرا دماغم میکنی؟ اگه من با شما در دل نکنم پا با کی بکنم؟ از این دختر خیلی بدت میاد. دلم میخواد اذیتش کنم، خیلی دلم میخواد همچین مچلش بکنم که یادش بره چقدر پول تو بانک داره. پسر من تو مرض داری، مژگان دختر خوبیه. میدونم، فقط سگ آقاش بعض خودشه. ای وای نه آقا جون. خب بگو الهی که من قربونت برم. میدونم با تو هم بده دلم آقا جون. اهه میگه آقا جون، آقا جون که ما چه رفت کن بیا. خب بگو. خب بگو. تو سالون صدام میکنن بس. من نمیذارم بری با دقت. تو منو کشتی بیا. آها. آره بهتره یه مهمونی بدیم و نامزدی تو و مژگان رو جشن بگیریم، اون وقت وقتی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت مجبور میشه قبول کنه، چاره ای هم نداره. هر جور میل مبارک عمو جان. اما دختر شما خیلی باهوشه، میترسم اون نه من قول دادم باید مژگان هر طوری هست زن تو بشه، اون نمیفهمه تو چقدر پسر خوبی هستی. وقتی زنت شد قدر تو رو می پس خودم ترتیب کارا رو میدم عمو جان. او راستی یه ارکستر خوبم لازم داری. آره جونم آره. خودت برو ارکستر و محل رو ببین، از حالا در نظر بگیر. باز اون ارکسترش با من یه ارکستر خوب ایرانی براتون میاد. ایرانی؟ نه بابا، ارکستر ایرانی چیه؟ نه محمود این حرفو نزن، هر چی باشه ما ایرانی هستیم. من از این رقصای بی معنی خارجی هیچ سر در نمیارم. خیلی خب پس هر دوشو بیاره. نه داش، ما فقط ایرانیشو میتونیم بیاریم. پس ارکستر و خواننده باید عالی باشن، فهمیدی؟ دست خوش محمود آقا، حالا دیگه ما بعد از 40 سال لوتگیری سازدر بمیشستیم، به جون شما یه سازدربی براتون بیارم که تو خوابم نیده باشی. خب پس برو ترتیبشو بده. این کاش برو ما رفتیم. ارکستر ایرانی خیلی بهتره، آدم بیشتر کیف میکنه. ارباب من میخواد یه مهمونی بزرگ بده، دلش میخواد یه ارکستر ایرانی داشته باشه. من فکر کردم بهتر از شما هیچ کی نیست. آخه بابا اونجا جای ما نیست. این ایونا بابا دمپور نیستن، یه چیزی میگن ما مجبور میشیم بساتشون رو به هم بریزیم. نه حسن اینطوری نیست، مگه مهمونی سال قبل یادت رفته؟ اتفاقی برامون افتاد، قبول کنیم بهتره. به خدا به دلم افتاده رفتن اونجا صلاح نیست. این حرفا چیه میزنی؟ من قول دادم ارکستر ایرانی براشون ببرم، بهتر از شما هیچ گیره نمیشه. باید قبول کن.
بلدیست بخونه، اینا مطرب روحازی هم نگاش کن جونو بابا آمد خورجه بیری بیشی بده یادم تو بیاد این که نگاش کن آجیگو چیه؟ باز دور برداشتی که از این آواز خوشت نمیاد به این میگی روحازی؟ خیلی خوب الان برای یه آوازی میخونم که بهت بیاد مال خودت بشه بپای کنار میخوام یه آواز بخونم یه آواز جون خوشش بیاد این آواز مال این آقا جیگوله الان میخوام در وصفش بخونم بپای کنار آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام اگه هفت دیر بکشی منو بکشی هفت میشی هفت میشی هفت میشی اگه ده دیر بکشی منو بکشی هفت میشی هفت میشی هفت میشی اگه چاقو بکشی منو بکشی هم میشی هم میشی هم میشی اگه شمشیر بکشی منو بکشی هم میشی هم میشی هم میشی من حسن فرفرم پایین شهرم با هم سیر کشا قهرم نکن کاری که خیطه بکنم من خودت خوب میدونی اینه میتونم من آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام آقا دوزه سلام حالا حالت چطوره؟ بیا بریم خونه شما هم بساتون جمع کنی بریم مزخرف میگه حتی بگم نمیخواد اینجا بیم اینا آدم نیستن من نگفتم اینجا به درد ما نمیخوره گره نکنه اب نداره یه برفا عوضش گوش کن خوب شد رفتن آخه این چه مسخره بازیه خجالت هم خوب چیزیه حیف تمام مدارکی که از اینا تهیه کرده بودم از بین بردم منظورت چیه؟ فردا میرم انبار با مدارک زنده هر دوشونو محکوم میکنم تا شما بفهمین با چه دوزایی طرفیم نمیفهمم آبجی آخه چرا دکتر محسن عوض کردی؟ چرا بردیش یه مریض خونه دیگه؟ هیچ فکر کردی خرج این مریض خونه چقدر گرونه؟ خود دکتر گفت فکر پولشو نکنه یه کاریش میکنه من که سر در نمیارم ببینم داداش مگه امروز سر کار نمیری؟ برو با ولمون که حوصله داری. این همه دیشب به تو بد و بیراه گفتن تو رو مسخره کردن بازم میگی چرا نمیری اونجا؟ ببینم شاید خیال میکنی داشت از اینجا به بالا مرخصه. من دیگه هیچ وقت اونجا نمیرم. واسه پایدن دختره یه حالوی دیگر رو پیدا بکنم. نه حسن. تو قول دادی باید بری. مرد با قولش. شاید به تو همین الان احتیاج داشته باشم. نمیشه همینطوری دستشونو تو پوست گردو گذاشت و نرم دیگه نمیدونم چیکار کنم پاشو برو سر کارت
این روزا ما خیلی احتیاج به پول داریم، باید خرج دوای دکتر محسن رو بدیم. برو جانم، بلنشو برو سر کارت، خواهش میکنم. باشه، این دفعه میرم، اما فقط تا آخر ما میرم که حقوقمو بگیرم و از دست این مردم و از خود راضی فرمانده ها خلاص بشم. خداحافظ آبجی. خدا خدا حفظت کنم. گوش نمی کنی که من امروز تکلیف همشون رو روشن میکنم. محمود و مسعود با بد کسی طرف شدن. دختر این یه دندگی تو بذار کنار، با جون خودت بازی نکن جانم. اینا آدمای خطرناکی هستن. بازم میگم صلاح نیست اونجا بریم. چی رو صلاح نیست؟ من با اونا مدارا کنم، اونا هم هر کاری که دلشون خواست بکنن. بابا عجب تو سر نترسی داری یا؟ پس عالم هاتی صبر کنی حسن بیا. اگر رو من حساب بکنی ول مردی. من احتیاج به شماها ندارم، خودم یه پا مردم. آره دیگه پا مردی. خانم خونه است؟ اصلا آقا جون سلام، خانم رفتن نیستن. چطور منتظر من نشدن؟ رفتن انبار، آدرس دادن که من بدم به شما، با این ماشین برین دنبالشون. اینم سویچ ماشین. خیلی خب، پا من رفتم انبار. برو آشپزخونه. چه تاریکه اینجا. چطور هیچ کس نیست؟ حتما این ترسوها فهمیدن که من میام اینجا، گذاشتن در رفتم. شما انبار سرکشی کنید، منم میرم بیرون سرکشی میکنم. کجا؟ وایسا ببینم، تو باید با من باشی. من؟ شما میخوای بازیز کنید؟ بازگان خانم! توری افتاد؟ یعنی اینجا باشه؟ آره آره بزن کنار اینا. آه اینا آه 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 بودی اولا بودی اولا من انگلیسی میگرشو دار از در علی بیا کمکه. این مارو تو این هم مارو تو بودو از همچه بودو بیرم بودو می‌ترسم یه بلامرای سر خانم بیارن. نه ترس، کامیون سر بالایی با بارش نمیتونه تون بره. سر پیچ دوم میگیرمش. نگفتم سرعتش کم شد ناش. سرکشیه گفتی با هم مرد بشم مرد بشم. خب مرد شده این چی دارم داره دیگه. آیسا حالا بذار پاتم وا کنم. نه ترس بالا مرد شده. خیلی خوب، زود باش. به مایش دستاتو واقع کنم خانم. بذار من دستشو وا میکنم. داشالی تو برو اون دوتا رو به من ببری تحویلشون بدی. زود باش. چی شده مشکا خانم؟ دوست دارم. من در تمام عمرم هیچ کسو به اندازه ای تو دوست نداشتم. نه بابا
به حق چیزایی نشنفته؟ خانم ما لایق شما نیست. باشه باشه، اگه دلت میخواد خودتو بگیر، افتخار کن، با صدای بلند به همه مردم بگو بالاخره مژگان متکبری که سرش با هیچی پایین نمی اومد مطیع من شد، بیچاره من شد. ولی من فقط دلم میخواد از زبون خودت بشنوم که دوستم داری. این برای من از هر چیزی مهمتره. بگو بگو دوستم داری، بگو. من از حرفای شما دارم شاخ در میارم خانم. من نمیتونم به شما بگم دوستتون دارم، نمیتونم بگم. چرا؟ به خاطر اون دختری که دیشب تو جشن آواز میخون؟ خیلی دوستش داری؟ خیلی زیاد، اما نه اونطوری که شما فکر میکنی. برای اینکه اون خواهر آبجیمه، میفهمی؟ پس چیه؟ چرا نمیتونی؟ ما رو واسه هم دیگه نساختن، همین. این حرفا چیه؟ دوستت دارم. تو نمیدونی شایدم هیچ وقت نفهمی از کجا و چه وقتی محبت ریشه دونده. پدرم خیلی پول داره، تو رو همه کاره میکنه، تو رو خوشبخت میکنه. پول بابات واسه خودت، ما پول اینجوری خوش نداریم. گوش کن، من یه رفیقی دارم اسمش اکبر، خانم اکبر لانکاستر، از اون پسرای نیکه. اون همیشه به من میگه عشق چشکه. غلط میکنه، اون دیگه خیلی بیجا میکنه، برای اینکه عقل و شعور نداره. اون خیال میکنه درست فکر میکنه، اما از اون روز اول اشتباه کرده. پس اکبر لانکاستر شما غلط کرده، خیلی احمق و بیشعور هم تشریف داره. نفهمیدم، حالا به رفیق منم بعد میگی؟ اون خیلی حتی دختره یک خور رازی گنده دماغ یه دنده بهتره. عصبانی نشو حسن، تو خیلی چیزا رو نمیدونی، بذار بسط بگم. نه گوشاتو واکن، من نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم که به پول باباش و زندگی عیونیش مینازه. من همون اکبر و زندگی پاک و راستریس خودمونو دوست دارم. تو دختره بچه ننه بیمانی بیمعرفت به دردم نمیخوری، میفهمی؟ تو باید به یه آدم پولدار شوهر کنی، یه مردی که به اندازه بابا پول داشته باشه، درست به اندازه اون، چون فقط زندگی شماها از این لعنتی درست شده. پول پول، غیر از اینم دیگه هیچی سرتون نمیشه. پول پول، دیگه هیچی هم نداری، نه صفا، نه صمیمیت، نه انسونیت، فقط پول پول پول. دلم نمیخواست ناراحتت کنم، اما خودت خواستی. حالا بریم اون ناکسا رو ببریم تحویل بدیم. از امروز دیگه کسی هم مزاحم نیست. با خیال راحت بغل دست بابا جون زندگی تو پولاش غلط بزن. ما فقیر فقرام همینطوری زندگی میکنیم، مراممون همیشه همینه، هرچی پیش آید خوش آید. اما تنها نیستیم، چون یکی اون بالا ماله ها رو ابرا نشسته ما رو میپاد. ما همه امیدمون به همونه، هر وقت اتفاقی بیفته همه یه صدا داد میزنیم آ خدا. فقط کافیه صدای ما به گوشش برسه، باقیش با خودشه. شکسته ز خوبان روزگار، عمرم شده سیاه همانند زلف یار. دنیا چه کلبه ای، آی پر از درد و رنج و غم. غم پرورا میگم نشستن گرد هم، هی می شوند زیاد و ولی کن نگشته کم. آه
او هم که قصد خود کشین بکنم و نیستم بهتر همان بود چه کنم کنم گریه بهتر همون بود که کنم گریه اکبری بیشیم به موقع اومده خیلی دلم پرستنم چیه؟ چی شده هستن آقا؟ آخ دست رو دلم نزار از اون چی میترسیدم به سرم پدر خاطرخواهی بسود خاطرخواهی کی شدی؟ همون دیگه همون از سر شب تا حالا عرق میخورم شاید یادم بره اما نمیشه عشق مژگان آتیشم زده همون دختره یه دنده یه بیمنی از خود راضی رو میگی جونم ازش بعد نگو دلخور میشم پس خیلی دوستش داری ها اما اون به درد تو نمیخوره خودت میگفتی همش به بابا جون و پول و زندگی عیونیش مینازه اون که به درد نمیخوره ولی با وجود این میخوامه اون دختره یه بچه ننه یه گند دماغ بی حیا به چه دردت میخوره گفتم ازش بد نگو اکبری به خدا غیر از تو هرکی بود همچی میزنن اون تو... که مال تو نمیشه بی خود نشستی چی فکر میکنی اون مال یه آدم پول داره نگاه سگم به تو لات بی سرپا نمیکنه خفش و بیمارفت دالوتی تو هم مژگانی آره من همون دختره بیمعنی بیتربیت بیمعرفتم که همیشه میگفتی تو همون اکبری تو به من نارو زدی تو از من حرف درآوردی پس دیگه اکبر لانکاستری وجود نداره تو اکبر منو کشتی تو هر جا پا بذاری بدبختی میاری تو لیاقت یه گیره سرقم نداشتی باید بخورم تو منو گول زدی به من دروغ گفتی اما من به تو دروغ نمیگم گفتم دوست دارم بازم میگم دوست دارم اما تو لیاقت نداری تو از انسونیت بو نبردی دیگه نمیخوام ببینم جالبش برو نه نمیرم منم حسن دیگه ای رو دوست دارم من تو موجود خود خواهد بی چشم رو رو من هر کاری که دلم بخواد میکنم از اینجام نمیرم میتونم سر میز شما بشینم آقایون خواهش میکنم خانم بفرمی برو بیرون ولم کن نمیخواه برو بیمعرفت حیف به اون همه خوبی که به تو کردم زمانت به این دسته بینم اکم داداش جمش جون پام خوب شد نگه کن من میتونم رو برم باشه باشه جون داری میدوی خدایا شکرت خدایا تو چقدر بزرگی
قربونت برم داداش، تو دیگه میتونی راه بری. آقای دکتر گفت دیگه میتونه راه بره، عملش خیلی سخت بود ولی الحمدلله به خیر گذشت، آوردمش که خوشحالت کنم. الحمدلله الحمدلله. آخ محسن جون داداش کوچولوی من، تا حالا مثل همه بچه‌ها میتونی راه بری، میتونی بازی بکنی. ببینم آبجی خرج عمل و دو دکترش کی داد؟ کی نمه پول داد؟ پول دکتر که نمیخواست بگه، من بالاخره به زور ازش پرسیدم. یه خانمی به اسم مشگان. مشگان؟ مشگان! من دیگه روم نمیشه تو رو نگاه کنم مشکل. تو به من درس بزرگی دادی، درس انسونیت، درس شرافت. تو من بعد یک غلام داری، اونم منم. این خوبی تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. نه سرتو بلند کن، من اون مردی رو میخوام که تک و تنها مثل شیر با هزار نفر میجنگه و خودش برای خودش آقاییه. من به قول تو غلام و زرخرید نمیخوام، من فقط تو رو میخوام، تو رو همینطور که هستی. موش منو ببخش، من قدر تو رو نمیدونستم. موش تو فرشته، خدا تو رو واسه من فرسته. مشگان مشگان پاتی خیلی دوستت دارم. منم همینطور. اینا رو مثل اینکه همه که منتظر بودم پای من